عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی به تازگی گفته است که تهران حق پاسخگویی به حملات هوایی ماه گذشته اسرائیل را محفوظ می‌داند اما تحولات منطقه را نیز در نظر می‌گیرد. پس از حدود 14 ماه جنگ میان ارتش اسرائیل و حزب الله لبنان که به کشته شدن هزاران نفر انجامید، سرانجام از ساعت چهار صبح روز چهارشنبه 27 نوامبر به وقت محلی آتش بس بین طرفین آغاز شد. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که برای حضور در نشست مجمع جهانی تمدنها در لیسبون در پرتغال به سر میبرد به خبرنگاران گفت تهران حق خود برای واکنش به حملات هوایی ماه گذشته ای اسرائیل به ایران را محفوظ میداند اما تحولات دیگری در منطقه مانند توافق آتش بس در لبنان را نیز در نظر میگیرد حجت الله میرزایی رئیس مرکز پجوهش های اتاق ایران به تازگی با اشاره به آنکه در شرایط فعلی 92 درصد از نفت ایران آن هم با تخفیفی دست کم 30 درصدی راهی چین می شود گفته از طبعات تحریم ها و از جمله شیوه رفتار چین با ایران باعث شده که ایران در یک تله به گفته او استعماری قرن 19 همی گرفتار شود که به گفته او دولت راهی هم برای خروج از آن ندارد. این اظهارات تنها یک روز پس از اظهارات بی سابقه محمد باقر قالیباف رئیس مجلس جمهوری اسلامی مطرح شد که گفت ایران اکنون نفت و بازاری ندارد که با آن جهان را تهدید کند رئیس مجلس ایران گفت زمانی بود که در مواجهه با تهدیدات دشمنان می گفتیم نفت را روی شما می بندیم و اهرام تهدید ما بود اما امروز و با این وضعیت کدام نفت را می بندیم و کدام بازار را داریم